خدمت شما هستم با یه غذای اصیل ایرانی و آذربایجان شرقی به نام کوفته تبریزی. من اگه اجازه فرمایید مواد اولیه رو خدمتتون اعلام بکنم و بعد بریم تو شیوه پخت و مراحل آماده سازیش که در خدمت شما باشیم. ما برنج داریم حدودا 400 گرم، سبزی خرد شده، سبزی کوفته که طعم غالب اون ترخون و مرزه هست حدود 200 گرم، گوشت 400 گرم، گوشت چرخ کرده بدون چربی، چربی نباید داشته باشه چون اگه چربی داشته باشه ممکنه کوفته وا بره، تخم مرغ 3 عدد، لپه حدوداً 100 گرم، آرد نخودچی فقط برای اینکه بالانس بکنیم، یعنی میزون بکنیم شل بودن و یا صفر بودن کوفته رو نیاز داریم، اگر نیاز نبود اصلا بهش اضافه نمی کنیم، زرشک، آلو، پیاز داغ، اینا همش به میزانی که لازم داریم. ربم حدوداً 40 گرم برای حدوداً 5 یا 6 کوفته ای که از این موادمون درست شه، نمک، فلفل، زردچوبه اونم به مقدار لازم و روغن مقداری برای آماده کردن سوسش. خب ما از برنج شروع میکنیم. ابتدا برنجی که دانه گیری شده است، یعنی آبکش شده، یه پخت اولیه بهش دادن، آبکش شده، دانه گیری شده، برنج رو اضافه میکنم، بعد گوشتمون رو اضافه میکنم، لپه رو بهش اضافه میکنم، یه بخشی از این پیاز داغ رو اینجا اضافه میکنم، بخشی از پیاز داغ رو برای سس نگه میدارم برای اینکه سسمون آماده بکنیم و در پایان تو این مرحله سبزی. ما این مواد رو با همدیگه مخلوط میکنیم. بعد از مخلوط شدن موقع اضافه کردن ادویه و تخم مرغ است. تخم مرغ تو این غذا حکم در واقع نگه دارنده و چسب این مواد رو داره و اینکه یه جورایی نگهش میداره که از حالت اصلی خودش و گرد بودن خودش خارج نشه. میزان تخم مرغ هم بستگی باز هم به مواد اولیه داره که مواد اولیه‌تون چه مقدار آماده کرده باشین، چگونه آماده کرده باشین، یا گوشتتون چربی داشته باشه، یه بخشی از تخم مرغ کمتری باید بزنین واسه اینکه وا نره. خب من این مواد رو مخلوط میکنم با هم دیگه. همینطور که میبینین اول برنامه عرض کردم خدمتتون، میزان گوشتمون و برنجمون تقریبا برابره. این غذای مقوی که ترکیبی از کربوهیدرات ها، ویتامین ها، پروتئین ها همه رو با هم دیگه داره، یه غذای کاملی هست به خصوص برای موقع افطار، تمام نیازهای بدن رو بعد از یک روز روزه‌داری برطرف میکنه. در این حال غذایی هستش که خیلی زود هضم میشه به خاطر استفاده ترکیبی از این مواد، خیلی زود هضم میشه، یعنی نگران زیاد خوردن نباشین تا اونجایی که میتونین بخورین. یعنی خود ما موادمون تقریبا با هم دیگه مخلوط شد. وقت اضافه کردن تخم مرغ، من دو تا تخم مرغ به این اضافه میکنم، یه بار دیگه هم میزنم، اگر نیاز داشت تخم مرغ سوم اضافه میکنم، اگر نیاز نداشت تخم مرغ سوم اضافه نمیکنم. باشه نمکمونو، این کوفته 6 تا، این مواد برای 6 تا کوفته است. ما استاندارد برای مصرف نمک برای هر نفر 1.5 گرم نمک برای هر نفر هست. ما حدودا 9 گرم نمک بهش میزنیم، یعنی میشه 9 پینچ یا 9 با دست اگه بخوای استفاده کنی، یه بار دستتون رو این اشاره بکنی، 1 پینچ نمکه، 9 معادل 9 برابر اون میشه میزان نمکی که برای این کوفته لازم هست. زردچوبه، این غذا زردچوبه نسبتاً زیادی میخواد،
و فلفل سیاه. من یه بار اینو دوباره هم میزنم، اگر نیاز داشت به تخم مرغ سوم، تخم مرغ سوم بهش اضافه میکنم، اگر نیاز نداشت که ظاهرا نیاز نداره، مواد به اندازه است. ولی یه مقدار نیاز به آرد نخودچی داره، چون ما میخواستیم موادمون خیلی سفت باشه که موقعی که میخواییم کوفتش بکنیم یا یه گردش بکنیم توی دیگ شکل ظاهری خود رو دست نده و اصطلاحاً کف دیگ نخوابه و شکل ظاهریشون همونطور گرد بمون. خب من یه مقدار از این آرد نخودچی رو بهش اضافه میکنم، نصف قاشق غذاخوری آرد نخودچی رو بهش اضافه کردم. مرحله نهایی هم زدم و مخلوط کردم. خب تا اینجای کار مواد اولیه کوفتمون آماده است. پیچیدن کوفته یه مقدار برای کسایی که بار اول هست شاید مشکل باشه، واسه این من پیشنهاد میکنم یه دونه تخم مرغ بشکنین برای اینکه دور کوفتتون رو با اون تخم مرغ ببندین. من تخم مرغ رو میشکنم، یه دونه تخم مرغ رو، خیلی هم نیاز به هم زدن نداره که بخواین همش بزنی، یه ذره فقط اینکه زردش با سفیدش مخلوط بشه کافیه، در همین حد کفایت میکنه. ما بنزه حدودا 200 تا 250 گرم مواد اولیه اونو برمیداریم، با یه فشار دو طرفه دست یه مقدار بهش حالت میدیم، یه مرکز اونو فشار میدیم و یه سوراخ ریزی ایجاد میکنیم. بخشی از پیاز داغ، یه دونه آلو، یه مقدار زرشک، دوباره فشار رو دو طرفه، دستمون فقط در حدی که یه مقدار خیس بشه به تخم مرغ میزنیم، کوفتمون رو به این شکل آماده میکنیم. ما کوفته رو موادمون رو تموم میکنیم، بعد میریم سر آماده کردن سسش که سس درست بکنیم. خیلی سریع آماده میشه بعد از اینکه ما مواد رو داخل سسی که ریزه جوش میزنه قرار دادیم. حدودا 30 دقیقه بعد کوفتمون آماده میشه. تقریبا یه اندازه هستن. دوباره بعدی تکرار مکررات تو هر کاری باعث میشه که همه راحت تر اون کارو انجام بدن، سریع تر، و اینکه غذا رو خیلی زود آماده کنن، مهمونای بیشتری تو خونه شون انشالله داشته باشن، سفرهشون همیشه رنگین باشه و غذای خوشمزه‌ای رو برای خانواده‌شون درست بکنن و نوش جان بکنن. دوباره یه مقدار از زرده تخم و این حدودا 6 تا کوفته میشه مواد اولیه‌مون. خب الان بریم برای اینکه سس اون آماده بکنیم و کوفته رو در اون سس قرار بدیم. ما برای سسمون یه مقدار اول روغن اضافه میکنیم، خیلی هم روغن نمیزنیم، غذا رو نمیخوایم خیلی چرب باشه. زیر اجاقمون رو روشن میکنیم با پیاز داری که از قبل آماده کردیم، یه مقدار پیاز. خب همونطور که اول موقع آماده کردن کوفته رو دیدیم، من یه بخشی از سبزی رو استفاده نکردم، این سبزی رو نگه داشتم برای اینکه تو سسمون ازش استفاده بکنیم و عطر بهتری بده. من سبزی رو اضافه میکنم، حدودا 40 گرم هم قرار بود رب بزنیم، من 40 گرم رب هم میزنم. یه مقدار برای شفاف شدن رنگش رب تف میدم توی این موادی که قرار دادم.
یه مقدار کمی که تفت دادم آب رو بهش اضافه میکنم و اجازه میدم که جوش بیاد. خب ما آبم اضافه کردیم. شکل ظاهری کوفته همون با اینکه تقریبا تو این چند دقیقه بیرون قرار داشتن هنوز تو حالت خودشون موندن، یه هوای خیلی ریزی تشکیل میشه. این وقت اضافه کردن کوفته رو به ما علامت میده. کوفته اول به همین ترتیب بغل هم میذاریم کوفته همونو. این مواد هم اضافه شد، کوفته اضافه شد. میریم برای اینکه اجازه بهش میدیم خودش فرآیند پخت خودش رو تکمیل بکنه. یه ذره که گذشت ما در ظرفمون رو میبندیم. 30 دقیقه بعد، 30 تا 40 دقیقه بعد کوفتمون آماده است. خب بیننده عزیز، ما حدوداً 35 دقیقه زمان برد کوفتمون آماده شد، تقدیم به نگاه گرم شما عزیزان. امیدوارم که سر سفره افطارتون از این غذای رنگی همیشه داشته باشین و یادی هم از ما بکنین. سپاسگزارم از نگاهتون.